این غذا طرفدارای خیلی زیاد داره و خیلی های غذا را خوش دارن و همیشه آماده میکنن. یک کرایی از گوشت گوسفند من روز خواستم براتون آماده کنم. مختار بادنجان رو میکنم، هیزه کردم. میخواییم بالای گوشت اضافه کنیم. مرچ سرخ اضافه کردیم. گوشت کرایی که امروز خواستیم براتون آماده کنیم نرم شده دیگه کاملا. ایام یک کرایی بسیار خوشمزه که امروز خواستیم ما براتون تزیینش بکنیم. خوب است که شما هم طرز تهیهش یاد گرفته باشین. با عرض سلام و خسته نباشین خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت پز هستین. یکی دیگر از برنامه و نیم ساعته که ما مهمان خانه‌های شما عزیزان هستیم و میخوایم امروز براتون یکی از غذای بسیار مزه‌دار آماده کنم که این غذا طرفدارای خیلی زیاد داره و خیلی های غذا را خوش دارن و همیشه آماده میکنن. امروز ما براتون خواستم که کرایی شینواری آماده کنیم و این کرایی معمولا در ولایات جلال آباد، لغمان، کنر، یعنی کرایی شینواری بیشتر و بیشتر معروف است. معمولا در ولایات سمت شرقی خیلی مشهور است. کرایی را مردم آماده میکنن. من خواستم براتون آماده بسازم. همیشه میخوایم در برنامه غذای محلی براتون آماده بکنیم. در شروع مواد لازمی کرایی خوشمزه را هم ما براتون به معرفی میگیرم. گوشت گوسفند 1 کیلو، بادنجان رومی مقدار لازم، سیر به قدر ضرورت و زنجفیل به قدر ضرورت، مصالحه کرایی مقدار لازم، مرچ تازه و برگای گشنیز به قدر ضرورت، نمک، زردچوبه، تخم گشنیز و مرچ سرخام به قدر ضرورت. و همچنان دای کرایی که من امروز براتون آماده میکنم خواستم از زنجفیل استفاده کنیم. زنجفیل هم طعم کرایی را بسیار خوب میسازه، یک خوشبوی بسیار زیاد داره. مصالحه کرایی است که حتمی است که از مصالحه کرایی استفاده کنیم ما و شما. گوشتم روی روغن اضافه میکنم. روغن هم دیگه گرم میشه. البته روغن شما بیشتر اضافه کردم. یک کمک کرایی چرب باشه و روغنش زیاد باشه بسیار مزه‌دار میه. گوشت ما جوش دادیم، یک کمک نرم شده. شما اگر وقت داشتین در خانه باز مشکل نیست، میتونین که اگر جوش شما نتونین گوشت به مشکلم اضافه کنین، چون گوشت خود کرایی بسیار نرم هم نمیشه، یک کمک سخته کم باقی میمونه. اما اگر شما به شکل گوشت جوش بدین اما آماده کردن خود کرایی وقتتون کم میگیره، هم باز گوشت خوب نرم میشه و مزه‌دار میشه. روغن هم دیگه اوقدر بسیار زیاد نمیگذاریم که گرم شوه. گوشت اضافه کردیم. 1 کیلو گوشت گوسفند است که من قبلا جوش داده بودم با مقدار دنبه که دنبه هم خودش داره. دوباره سرپوشش هم بالاش میگذاریم. میگذارم تا که گوشت دیگه البته خوب سرخ شوه. یک قاشق هم میگیرم و میخواییم که کمک نمک هم بالای گوشت اضافه کنیم. نمک مقدار لازم اضافه میکنیم. به این اندازه نمک هم بالایش اضافه کردیم و میخواییم که مخلوطش بسازیم. سرپوش را دوباره بالاش میگذاریم. میگذاریم تا که این موادای ما سرخ شد. مصالحات دیگه اینجا تخم گشنیز است که تخم گشنیز هم باز میخواییم اضافه بکنیم. از مرچ سرخ هم خواستم استفاده کنیم. یک کمک طعم کرایی تند باشه بسیار مزه‌دار میه. از مرچ تازه هم استفاده میکنیم. اما کم کم و قدر بسیار زیاد هم تندش نمیکنیم که اصلا خورده نشه. اما مرچ کمتر اضافه میکنیم. کرایی اگر کم تند باشه بسیار خوب است. مصالحه کرایی که حتمی است در بازار شما میتونید بسیار ساده به دستش بیارین. از مصالحه کرایی هم استفاده کنین خوب است. و میخواییم که تخته را بگیریم. بادنجان رومی را دیگه ریزه ریزه میکنم. معمولا هم ما شما وقت کرایی آماده میکنیم البته بادنجان رومی را کلان کلان ریزه میکنیم. حتی بعضا در کرایی که آماده میسازیم اصلا بادنجان رومی را یا در کرایی شینواری اینا ریزه نمیکنن، به اون شکل اضافه میکنن. اما ما خواستم که از وسط ریزه ریزیش کنیم، قسمت هایش دور میکنیم و از وسط تنها نصفش میکنیم. از یک مقدار زیاد بادنجان رومی خواستم استفاده کنم به خاطر که بادنجان رومی طعم کرایی را بسیار خوب میسازه. میبینین بادنجان رومی را تنها از وسط نصف کردیم
و تمام بادنجان رومی ها که ریزه شد منتظر میمونیم تا که گوشت خوب سرخ شود. وقتی که گوشت سرخ شد بعد از باز بادنجان رومی را هم بالاش اضافه میکنیم. یک کرایی بسیار خوشمزه من خواستم امروز براتون آماده کنم. خب تمام بادنجان رومی ها هم ریزه شد، این قسمت هاش دور میکنیم و منتظر میمانیم تا که دیگه البته کمک روگام گوشت سرخ شود. یک بار گوشت هم با زردچوبه و نمک که اضافه کرده بودیم خوب مخلوطش میسازیم. یک کرایی از گوشت گوسفند من روز خواستم براتون آماده کنم. یک چند دقیقه دیگه منتظر میباشیم تا که کمک روگام گوشت سرخ شود. بعد از او باز بادنجان رومی را اضافه میکنیم. بادنجان رومی که ریزه کردیم خوب از ده ظرف تمام شه اضافه بکنم. من تمام بادنجان رومی که ریزه کردیم اضافهشون کردیم ده ظرف و باز سیر است که وقت بادنجان رومی را اضافه کردیم باز میخواییم که سیر اضافه بکنم و همچنان زنجفیل است. سیر زنجفیل را میخواییم که باز تراشک کنیم. البته سیر اگر با مشکل بزرگ هم اضافه کنیم مشکل نیست، اما زنجفیل را خوب تراشک میکنیم. از یک مقدار زنجفیل هم مده کرایی استفاده کردم. امروز خواستم کرایی برتون آماده کنم. کرایی از گوشت گوسفند است که معمولا برتون وعده کرده بودم غذاهایی که معروف است در هر ولایت و هر سمت برتون آماده خواهد ساختم. امروز هم خواستم که یک غذای بسیار مزه‌دار از سمت ولایت سمت شرق برتون آماده بسازیم که در ولایات خیلی معروف است این غذا و آماده میشه، مخصوصا کرایی، کرایی گوشت و گوسفند و کرایی شینواری. وقت خیلی کوتاه داریم، جای نرین تا وقت گوشتم کاملا سرخ میشه. ادامه برنامه هست و تمامتون خوش آمدید میگم. امید است که اوقات لحظات خوب و خوش داشته باشین، خسته نباشین تمام شما بیننده‌های عزیز ما. و در جریان وقفه میبینیم که گوشت هم دیگه کاملا خوب سرخ شده، گوشتی که ما برای کرایی خواستیم استفاده کنیم. میبینیم کاملا گوشت سرخ شده، حرارت شما کمتر کرده بودم، حالا دوباره حرارت شما بیشتر میسازم و بادنجان رومی را میخواییم که اضافه کنیم. دیگه مقدار بادنجان رومی که ریزه کردم میخواییم بالای گوشت اضافه کنیم. بادنجان رومی را اضافه کردیم، مقدارم تا که بادنجان رومی هم با گوشت دیگه خوب سرخ شود. یک کرایی بسیار خوشمزه از گوشت و گوسفند امروز ما براتون آماده ساختیم. سرپوش هم بالاش میگذاریم تا که بادنجان رومی سرخ شود. سیر می خواهیم ریزه ریزه کنم. سیر ما یک دندانه سیر البته به شکل دو نصفش می کنم، اما زیاد خرد خردش نمی کنیم. به این اندازه سیر هم خرد کردیم. از یک مقدار سیر بیشتر خواستم استفاده کنم. در کرایی اگر از یک اندازه سیر زیادتر استفاده کنیم طعم کرایی را بسیار خوشمزه میسازه. و سیر دو خوبی داره، یکی که خامبوی گوشت کاملا از بین میبره و خود گوشت هم نرم میکنه و همچنان بسیار امی کرایی تان بسیار خوشمزه میسازه، یک بوی خیلی خوب و خوش داره. و میخواییم که سیر هم اضافه کنیم. بادنجان رومی که اضافه کردیم سیر هم اضافه میکنیم بالاش. سیر هم بالای گوشت اضافه کردم و حالا مخلوطش میسازیم و مکسارم سرپوش شد بالاش. مرچ تازه است، از مرچ تازه هم یک مقدار میخواییم که استفاده بکنیم. یک دو عدد مرچ تازه را ریزه ریزه میکنم. البته مرچ تازه من به زیاد از ویتامین سی است، یعنی ما و شما میتونیم که مقدار زیاد از ویتامین سی را در مرچ تازه به دست بیاریم. پس از مرچ تازه همیشه در پخت پستان استفاده بکنین. همچنان در کرایی که امروز آماده میکنیم از مرچ تازه هم خواستیم استفاده داشته باشیم. مرچ تازه را به این اندازه کلان کلان ریزه میکنیم. امی دو عددش دیگه کفایت میکنه. حالا خوب است که مرچ تازه را هم بالاش اضافه کنیم. مرچ تازه را هم که اضافه کردیم میخواییم که مخلوطش بسازیم. میبینیم که بادنجان رومی هم دیگه استا استا کاملا نرم میشه و کرایی ما هم
آماده میشه. گوشت میبینین با مقدار دنبه گوسفند که چقدر خوب نرم شده و سرخ شدن در روغن. دوباره سرپوش رو هم بالاش میگذاریم و تراشک ضرورت دارم. تراشک میخوایم بیاریم، مقدار زنجفیل تراشک میکنیم. زنجفیل هم یک مقدار تراشک میکنیم. البته زنجفیل ما خواستم تراشک کنم، از زنجفیل هم استفاده میکنیم در کرایی که امروز خواستیم براتون آماده کنیم. به این مقدار زنجفیل دیگه کفایت میکنه. حالا زنجفیل تراشک کردیم کاملا. ببینین زنجفیل هم دیگه کاملا با تراشک ریزه ریزه کردیم. حالا میخواییم که زنجفیل دیگه اضافه کنیم بالای موادی که قبلا اضافه کرده بودیم. خود زنجفیل یکی از البته ترکیب‌های بسیار خوب است که طعم غذا را بسیار خوشمزه می‌سازه، یعنی فواید خیلی زیاد هم داره. شما میتونین که در غذای مختلف که آماده میکنین از زنجفیل استفاده کنین. مخصوصا در کرایی ما خواستم از زنجفیل استفاده داشته باشیم به خاطر که طعمش بسیار خوب می‌سازه و خوبی را مخلوط می‌سازیم تا که زنجفیل با گوشت اینا کاملا مخلوط شود. میبینین که کاملا گوشت، بادنجان، رومی، موادای ما دیگه سرخ شده و من مطمئن هستم که دیگه شما هم ترس تهیهش یاد گرفتین و میتونین که در خانه هم آمادهش بسازین. و در برنامه بعدی هم کوشش میکنم که غذای افغانی را براتون آماده کنم، غذایی که ما و شما در ولایات آماده میکنم، مربوط هر سمت و هر ولایات میشه و غذایی که در بعض ولایات در بعض ولسوالی آماده میشه که ما و شما طرز پختنش یاد نداریم. من کوشش میکنم براتون هم آماده بسازم و همچنان من منتظر کامنت هایتون هستم و میخوایم که نامایتون هم در برنامه داشته باشم. شما که بر ما لطف میکنین از طریق یوتیوب برنامه هم کامنت میگذارین و کامنت هایتون ما هم به خانش خواد گرفتم با نامایتون و غذایی که شما میخواین ما براتون در برنامه پخت پز آماده کنیم، ما هم حتما او غذا را هم آماده خواد ساختیم. و در این لحظات برنامه هم دیگه یک بار منتظر میباشیم یک چند دقیقه هم که این مواد ما سرخ شوه، بادنجان، رومی و سیر و گوشت اینا کم دقیقه هم سرخ شوند، حرارت شما ببینین کمتر ساختیم دیگه. بادنجان رومی ها کاملا نرم شده، یک کرایی بسیار مزه‌دار امروز خواستیم که براتون از گوشت و گوسفند آماده بکنیم. در این لحظات برنامه هم وقفه خیلی کوتاه داریم، زود زود برمیگردیم، جایی نرین و با ما باشین در برنامه. ادامه برنامه و تمامتون خوش آمدین و ما هم در جریان وقفه منتظر ماندیم تا این مواد ما کمک دگام سرخ شوه. یک نیم قاشق مرچ سرخ میخوایم بالاش اضافه کنیم دیگه. کرایی کاملا آماده شده، آماده تزیین است که میخوایم براتون تزیینش بکنیم. مرچ سرخ اضافه کردیم، یک کمک تند شوه و طعمش خوشمزه شوه مخلوطش میسازیم. به این شکل کاملا مخلوطش کردیم و دوباره سرپوش هم بالاش میگذارم. میخواییم که باز آیستا آیستا دیگه تزینش بکنیم و مرچ هم دیگه ضرورت نداریم. خوب است بگذاریمش در این قسمت رو تختره میگیریم. یک مقدار برگای گشنیز است که میخواییم ریزه ریزه کنیم. یک مقدار برگای گشنیز هم ریزه ریزه میکنیم. به خاطر تزین کرایی من خواستم از برگای گشنیز استفاده کنیم. به این اندازه برگای گشنیز کفایت میکنه و می خواهیم که ریزه ریزش کنیم دیگه. حرارت کرایی را هم کمتر گذاشتم و می خواهیم که دیگه به خاطر تزیینش استفاده کنیم. به این مقدار برگای گشنیزم کفایت میکنم. کاملا دیگه کرایی آماده است. حرارت شما خاموش کردم. حالا دیگه آیستا آیستا تزیینش میکنیم در ظرف. بسیار یک کرایی خوشمزه با طعم خیلی خوب امروز ما براتون خواستم که آماده بکنم. یک کمک روغن شما بیشتر اضافه کردم به خاطر طعمش. تزیینش میکنیم در ظرف. تمامش هم میخواییم که دیگه تزیین بکنیم. گوشت کاملا نرم شده.
شما میبینین که گوشت کرایی که امروز خواستیم براتون آماده کنیم نرم شده دیگه کاملا. بادنجان رو میشه میبینین که چقدر نرم شده، از مرچ تازه که استفاده کردیم و همچنان سیر و همچنان بادنجان رو میایشه هم میخوایم که اضافه بکنیم و از مصالح کرایی هم دیگه استفاده کردیم که یک خوشبوی بسیار زیاد برش داده. همچنان سیرش هم خوب است، یک اندازه اضافه کنیم، یک مقدار سیر بیشتر خواستیم که دیگه هم اضافه بکنم. البته کاملا دیگه تزینش کردیم و در این کرایی من خواستم از روغن دگام استفاده کنم، اما بعض دوستای ما از چربی زیاد پرهیز هستن، اونا نمیتونن که چربی استفاده کنن. مشکل نیست، شما تنهای نمی، خود گوشت و گوسفند، ما از دنبی گوسفند هم در این گوشت بود که خواستیم استفاده کنیم، مشکل نداره. شما میتونین که اگر خواستین تنها البته از مو دنبی گوسفند هم که اضافه میکنین، گوشت مو سرخ میشه، اما روغنش هم کفایت میکنه، هیچ کدوم مشکل نداره. دوستای ما که از چربی زیاد پرهیز هستن میتونین که به اون شکل هم شما کرایی آماده کنین. ایام یک کرایی بسیار خوشمزه ای که امروز خواستیم ما براتون تزینش بکنیم. خوب است که شما هم طرز تهیهش یاد گرفته باشین. خوب است که بادنجان رو میایشه هم تا یک قسمت بگذارم و منتظر نظریات شما دوستا هستیم. میتونین که البته کامنت هایتون رو بر ما ارسال کنین، غذایی که شما میخواین ما در برنامه براتون آماده بسازیم، هم البته نام و غذا رو بر ما ارسال کنین، ما براتون حتما غذا رو آماده میکنیم. همچنان غذای خیلی ساده میخوایم براتون آماده کنم که موادش بعد از آوردن مواد خیلی بر شما ساده باشه و خیلی آسان بتونین که غذا رو هم آماده بکنین. وقت خوب و خوش براتون میخوام، اوقات لذات خوب و خوش، لبخند همیشه بر لبای تمام شما هموطنای گلم باشه. خداوند نگهدارتون.